این که سبک زندگی برای ما اهمیت داره به این دلیل هست که در ساختار وجودی انسان یک چرخه‌ای هست که این چرخه با عمل تکمیل میشه. ممکنه بعضی ها بگن این چرخه از آگاهی شروع میشه. یه معنا درسته که از آگاهی شروع بشه، به گرایش‌ها ختم بشه و از اون طرف به عمل منجر بشه. ممکنه بعضیا بگن نه، این چرخه‌ای که در وجود انسان هست اصلا از آگاهی شروع نمیشه، از گرایش‌ها آغاز میشه. این میل انسان به دانستن است که انسان رو وادار میکنه به کسب آگاهی. این کنجکاوی فطری انسانه که انسان رو علاقمند میکنه به دانستن. و اگر در آغاز چرخه این علاقه مخدوش شده باشه، اصلا کار فرد به آگاهی نمیکشه. چه انسان بگه که اون آغاز چرخه از آگاهیه و حرکت انسان از آگاهی شروع میشه، و چه انسان بگه که نه، علاقه های فطری آغاز حرکت انسان و آغاز چرخه وجودی انسانه، بالاخره در هر دو صورت عمل بخشی از این چرخه است. عمل بخشی از این چرخه است یعنی چی؟ حرکت انسان در آگاهی و علاقه ختم نمیشه. برای اینکه یک چرخه کامل از حرکت انسان رو ما داشته باشیم، حتما باید این آگاهی و علاقه در عمل تجلی پیدا کنه، و الا هم در اون آگاهی نقص ایجاد میشه، هم در گرایش نقص ایجاد میشه. وقتی میگیم یک چرخه کامل، نه یعنی اینکه این آدم از نظر آگاهی مشکل نداره، از نظر گرایش های خوب مشکلی نداره، فقط بخش عملش ناقصه. مکرر در روایات ما فرمودن این مطلب رو که اگر شما آگاهی و علاقتون به عمل منجر نشه، نقص در اون دو بخش قبلی ایجاد میشه. پیامبر گرامی اسلام در سخنی که در محجت البیضا نقل شده میفرماید که اگر کسی گناهی رو انجام بده، یه بخشی از عقل او از او جدا میشه، لا یرجع الیه ابدا، دیگه اون بخش از عقل به سوی او باز نخواهد گشت، چرخه ناقص میشه، لطمه به عقل انسان میخوره. یا در مورد گرایش ها، سستی اراده و ناتوانی انسان برای تغییر علاقه های خودش، برای کنترل علاقه های خودش، کی پدید میاد؟ وقتی که چرخه حیات و حرکت انسان ناقص باشه. کسی عادت کنه به این زندگی که علاقه هاشو به عمل مبدل نکنه، خصوصا همه علاقه هاشو، خصوصا علاقه های عمیق‌تر و مؤثرتر و باثبات‌تر که در وجودش هستن، اونها رو به عمل نرسونه. کم کم یه انسانی میشه که هم عقلش ضعیفه، هم قدرت ارادش ضعیفه، نمیتونه اون چیزایی که میدونه بهش علاقمند بشه، نمیتونه اون چیزایی که بهش علاقمنده در عمل بهش دسترسی پیدا بکنه، اصلا قدرت اراده کردنش مخدوش میشه، سیستم ناکارآمد میشه. بعضی ها سوالشون هستش که من چجوری اراده خودم رو تقویت کنم؟ اراده مقدمات داره برای تقویتش. به خودی خود قوی یا ضعیف که نمیشه که. قرص مخصوصی بخوری، ترشحات مواد شیمیایی خاصی رو روی قده اراده بریزی، این قده قوی بشه. شما یه مدتی هرچی میفهمی، اون چیزایی که میفهمی خوبه و اون چیزایی که بهش علاقه داری، عملش رو انجام بده. حتی اگر شده یک روز، در یک ساعت در روز، مثلا بگو من باید مطالعه کنم،
من باید ورزش کنم، من باید یه رفتار خوبی رو که عقلت بهت میگه، اون گرایش بلند مدت تو بهت میگه، اینو داشته باش. بعد این کارو یک سال انجام بده. در روایات داره عمل کمتر از یک سال فایده نداره. چه اتفاقی میفته؟ چند روز حال داری انجام بدی، چند روز بی حالی. گرایشی که موجب این عمل میشه رفته پشت سر، الان حاضر نیست. ولی شما با تفکر برمیداری اون گرایشه رو میاری جلو، عملو انجام میدی. گرایش های انسان مثل یک چرخ گردون میمونن. امیرالمومنین فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب انسان ادبار و اقبال داره. یه روز امام حسین رو، همیشه امام حسین رو شما دوست داری، یه روز حال نداری براش گریه کنی، یه روز دیگه حال داری براش گریه کنی، زیارت جامعه و زیارت عاشورا و با صد لعن و صد صلوات اضافی اجرا کنی. یه روزی هستش که شما حال قرائت قرآن نداری، یه روزی داری. یه روز حال سرکشی به مادرتو نداری، فاصله داره ازش از تو، یه روز حالشو داری. تو همه زمینه ها یه روز حال گناهو داری، یه روز حال گناهو نداری. نه اینکه گناه همیشه فعال باشه، گناه هم اقبال و ادبار داره. اصلا این چرخه طبیعی قلبه. هر گرایشی در قلب شما هست، این در حال چرخش. وقتی به شما، به ما میگن که آقا عمل رو بهش اهتمام بده، یعنی شما مطلعی چه گرایش هایی داری دیگه. خب دمدمی مزاج نباش هر گرایشی که رو اومد انجام بدی، بعد این رفت عقب تر ترکش بکنی. بالاخره یه گرایش خوب اصیل در تو هست، براش برنامه عملی ثابت بریز. با کم و زیاد شدن قدرت این گرایش برنامه عملی خودتو ترک نکن. به این صورت اراده انسان قوی میشه، وقت به این صورت انسان بر قلب خودش مسلط میشه. حالا دیگه میتونه قلب خودش رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بگه تو به این چیز علاقه نداشته باش. به این صورت قلب انسان دیگه هرزه نیست، به هر چیزی علاقه پیدا کنه، از هر چیزی متنفر بشه، کنترلش رو از دست بدی. این ما از یه بحث منتقل شدیم توی بحث دیگه. اولا عرض کردم که یه چرخه‌ای در وجود انسان است، این چرخه باید درست کار کنه. عمل رو همیشه باید اضافه کنی به گرایش و آگاهی تا سیستم خوب کار کنه. حالا نه اینکه ما عمل نمی کنیم، چجوری عمل می کنیم؟ چون گرایش های قلب ما در حال چرخش هستن، دل ما دمدمی مزاجه، هر علاقه‌ای رو داشته باشی یه روز قوی داره یه روز ضعیف داره، عمل ما هم میشه نامنظم، عمل ما هم میشه بی ترتیب، عمل ما هم میشه بی برنامه. شما باید وقتی میخوای عمل خودت رو منطبق بکنی با گرایش های خودت، با دم گرایش های خودت نباید منطبق کنی، بلکه باید با اصل گرایش های خوب خودت اون رو منطبق کنی. اینجا نتیجه اینجوری میشه که شما یه برنامه عملی داری، یه حالات قلبی که میاد و میره. نماز یکی از همین کاراست. خدا نماز رو نذاشت هر موقع حال داشتی بخونی. واقعا حال داری؟ نداری؟ نماز رو باید بخونی. وقتی که شما اینجوری اومدی نماز خون شدی، سیستم وجودیت تکامل پیدا میکنه، اصلا ساختارت احیا میشه. آدمی که نماز رو به عنوان یه برنامه عملی تو زندگیش قرار داد، بعضی وقتا حالشو داره، بعضی وقتا حالشو نداره. این خیلی طبیعیه. منتها کسی که زمانی که حالشو نداشت با تفکر رفت، فکر کرد که آقا اون گوشه دل من
که وجدان ایمانی من قرار داره، من الان حالشو ندارم ترک کنم، اون چند روز دیگه دردش میاد، اون چند روز دیگه میاد جلو متاسف میشه، منو متاثر میکنه. من برنامه عملیمو نباید بر اساس دم دلم ببینم. اصلا برنامه برای همین میگن، برای همین اهل بیت فرمودن یک سال شما باید یک عملی رو تکرار کنی تا در تو اثر بگذاره، این چرخه کامل میشه. وقتی که عمل میگن اهمیت داره، یعنی برنامه عملی اهمیت داره. بله، شما اون روزی که انگیزه درس خوندن داشتی رفتی درس خوندی، الان که انگیزه یللی تللی داری میری یللی تللی، بالاخره همیشه داری عمل انجام میدی. اینجوری که سیستم وجودی شما کامل نمیشه که. پس هر موقع گفتن عمل یعنی برنامه عملی، و الا عملیام عملیان. اونایی که معتادن اونا محل عملن، اونا محل عملن، ولی اونا اهل برنامه عملی نیستن. این که امیرالمومنین میفرماید اتقوا الله و نظم امرکم، شما انگیزه نظم خودتو تقوای الهی قرار بده، نوسانات دلت بهش اعتنا نکن. دوستان دیگه مندمج داریم صحبت میکنیم دیگه، باید به جایی برسیم. وقت شما وقتی که میگید که عمل چرخی وجود انسان رو اصلاح میکنه، قدرت میبخشه، تکامل میبخشه، منظورتون اینه که برنامه عملی انسان رو قدرت میبخشه، شخصیت میده. برنامه عملی حسنش به چیه؟ حسنش به اینه که هر دقیقه دلت یه چیزی گفت بهش چشم نمیگی. این کلمه برنامه عملی راز درک ارزش عمله. الگوی اونم نمازه. میفرماید سر وقت، خدایا ببین امروز من حال ندارم، بذار حالا. وقت پدرتو خدا در میاره برای سر وقت، میفرماید بنده خدا، امت پیغمبر، ما میخوایم نماز رو شما اثر بذاره. یه روز حال سر وقت نداری، اتفاقا اون روز وقتی سر وقت بخونی اصلاح تو آغاز میشه. و الا ما که میدونستیم سیستم وجودی انسان اقبال و ادبار دل، چرخش گرایش های دل تو هر روز حال نماز خونه اصلا نداری. وقت عرفان کاذب چی میگه؟ انواع معنویت های کاذب میگه هر موقع حال داشتی بیا، هیچ میزنه تو رو نابود میکنه. معنویت بدون عمل چی میگه؟ میگه هرگاه حال هر احساس خوبی رو داشتی اونو انجام بده. امروز جای نماز میخوای بری به یه فقیر کمک کنی، عشقته، برو عزیزم صفاتو بکن، هیچی زده نابودت کرده، اسمشم گذاشته یه نوع معنویت. من دیگه خلاصه کردم، زیاد معطل نشیم. وقت این عرفان دینی به شما چی میگه؟ عرفان دینی ناب شما رو مقید میکنه تو اعمال با برنامه. حضرت امام مصاحبه با رسانه ها رو قطع میکنه، میفرماید وقت نمازه. بابا چقدر شما مقیدی به برنامه، مقیدی به برنامه. خب حالا دقت کنن دوستان، برنامه همون سبک نیست؟ عمل مستمری که آدم بهش عادت بکنه رو بهش نمیگن سبک. برنامه فرم نیست؟ فرم منضبط نیست؟ سبک زندگی چرا برای ما مهمه؟ دین از چه ناحیه‌ای به سبک زندگی نگاه میکنه؟ البته هوسرانان زندگی کردن هم اونم یه سبکه، ولی
دین وقتی میگه سبک زندگی، دنبال چیه تو اون سبک؟ یه برنامه منظم که حال هوای نفس تو رو بگیره. منتها بله من قبول دارم سبک هرز زندگی کردنم یه سبکه، ولی نابودت میکنه، بیچارت میکنه.